گفتند که برای معین کردن وضع باد و هوا همگی یک دقیقه لازم است. یعنی فقط تلفن موبایلی خود را میگیریم، جستجو میکنیم در اینترنت و در یک دقیقه درباره وضع باد و هوای تمام دنیا میتوانیم که معلومات پیدا کنیم. ولی برای معین کردن وضع باد و هوا چه کارها صورت میگیرد و کارمندان در این سمت چه کارها را انجام میدهند؟ و دوستان عزیز، ما اومدیم با کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، با اگنتی آب و هواشناسی، و در این جا جریان کار آنها را برای شما نشان خواهیم داد. رفتیم. میگویند که برای معین کردن وضع آب و هوا در مرکز آب و هوا سنجی 5 شعبه فعالیت میکند که هر شعبه برای تحقیق و معین کردن سمت‌های خاصه روانه شده است. پیش از همه در این سنجشگاه افلاسشوی آب‌های روی زمین را میسنجند و سنجشگاه دیگر باشد افلاسشوی هوا را. این کارها چگونه صورت میگیرند؟ ما متخصصان در سنجگاه ماده افلاس کننده هوای اتمسفری را با مانند فرماندهی فتار، فنال با اصول دستی تشخیص می‌گذاریم. یعنی که معین نمودن کنسنتراسیای مقداری گازهایی که در هوای اتمسفر وجود دارد. یعنی که آلودگی هوا را شما در همین لابراتوری می‌سنجید که هوا چقدر آلوده است، کدام مثلا غبارها در هوا است و تا چه اندازه هوا مثلا از عوامل های گوناگون آلوده شده است. خب در یک روز چند بار شما این عمل را انجام میدید؟ ما در یک روز 3 مرتبه تشخیص کیمیایی میگذارونیم، فرمالدگی، فنال، فتار و معلومات پیشنهاد نموده را به شعبه اطلاعاتی میسپاریم. میگویند که برای معین کردن وضع آب و هوا همین گونه میدانچه‌های آب و هوا سنجی خیلی مهم است. عین حال در کشور 54 استانسه‌های اتوماتیکی متئورولوژی موجودند که هر 3 ساعت به شعبه اطلاعاتی معلومات می‌فرستند. سال 1946 ساختمان شدگی است. ساختن تا امروز معلوماتش با کارگی با اگنتی آب و هوا شناسی وارد شده است. خب معلوماتی که ما پیشنهاد کرده استودیم این حرارت هوا، حرارت بالای خاک، نمناکی، بارشات اتمسفری و تغییرات اتمسفری که مثلا ابرناک شده باران است، برف است، ژاله است، خوب شمال های بسیار وزبین می شود. همه اینها را ما در دفتر مخصوص که مرا متخصص سازی ثبت کرده شده است جمع‌آوری کرده، بعد با اطلاعات وارد میکنیم که در اساس همین استانسه ها معلومات ها جمع شد و شعبه پیشگویی باد و هوا و هواشناسی این خیلی ضرور است. این فقط آب و هوای شهر دوشنبه رو میسنجد، یعنی برای شهر دوشنبه مثلا ساختشون از خودشون دوره. هر یک استانسه ها 56 تا استانسه هست، یعنی شکلشون همین گونه است. بله بسیارش همین گونه است. مثلا اینجا چی دستگاه ها است و اینا چی گونه میسنجد؟ من اگر حاضر ما با پرگی اگر گپ زنیم، میدانچه که برای ما لازم است این 26 در 26 است که 26 متر چهار طرف باید باشه و زمین این با پرگی ممکن نیست که گازون های مثلا اسکوس نشینوندن، این باید علف طبیعی خچه باشد. ما مثلا در 3 قسم متروپلاشت که برای بلندی برف ریکا و هستند برای برف سنجی معین میکنیم. دوستان عزیز، حالا می رویم به استانسیه خودکاری صفت هوا. یعنی در اینجا همین مرکز صفت هوا رو معین میکند و به نمون کامپیوتر اینفرمات میتهد هر دقیقه هوای دوشنبه چگونه است. به اینجا مثلا معلومات داده میشه، ببینیم که فعالیت کاری چگونه است. عین
زمان در جمهوری تاجیکستان 98 عدد بمب آبچنگونی فعالیت میکند که در دریاها و شخاب‌های آن ساخته شده‌اند. همه روزه از 98 عدد بمب‌هایی که گفته گذاشتیم 34 عددش معلومات‌های فوری به اگنتی آبشناسی می‌فرستند و متخصصان شعبه آبشناسی آنها را یعنی که تشخیص نموده اخبارات برای وضع آبنوکی دریاهای اساسی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نمایند و همه روزه از دریاها معلومات های از دریاهای سرحد گذر و از دریاهای جمهوری که معلومات آنها به خواجگی قشلاق خواجگی خلق ضرور هستند معلومات های فوری میفرستند. پیشگوی اساسی که به مقامات های دخلدار می شود این هم باشد پیشگوی دوره موسمی سرابی دوره وگیتاسیونی که 6 ماه رو در بر می گیرد از آغاز ماه اپریل تا آخر ماه سپتامبر برای ادامه میوید پیشگوی دوره وگیتاسیونی نامیده میشود و این هم باشد برای دریای اساسی جمهوری که غذاگیریشون از برف و از پیریخ و برف میباشد یعنی که آماده مینمایند اخبارات را با مقامات های دخل داد مقامات های لازمی میفرستند. یکی از بخش های مهمی اگنتی آب و هواشناسی مرکز یخشناسی می باشند. فعالیت این مرکز خطرناک اما جالب است. می گویم که فعالیت شما اصلا بیشتر در صحرا سپری می شود اینه که ماه در میان شما برای آموزش به کوه پشته ها می روید به اون جاهایی که مثلا کوه ها یخ ها و عموما برای معین کردن مثلا طبیعت تاجیکستان یخ ها در چه حالت هستند، کل ها در چه حالت هستند. خب چه گونه است اصلا سفرهای شما و مقصد سفرهای شما به همین طبیعت تاجیکستان از چه عبارت است؟ خیلی که معلوم است مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی طول 66 سال می شود که برای مانیتورینگ دائمی پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان، مانیتورینگ دائمی ذخیره برق در جمهوری تاجیکستان، مانیتورینگ دائمی کل‌های پیریخی و کل‌های رخنه‌شونده وظیفه گذار شده است که همه ساله متخصصان مرکز یخشناسی برای عملی نمودن این کارها با کوه پشته جمهوری تاجیکستان سفربر می‌شوند. یعنی این کاری که از طرف مرکز یخشناسی عملی می‌گردد نه تنها برای معاینه کردنی تنها سوهای یخشناسی یعنی معاین کردن حالت پیریخ ها و ذخیره برف و کل های پیریخی دیگر همچنین این وظیفه ها برای معاین کردن سطح آب دریا ها در دوره موسمی که با همه سوهای جمهوری تاجیکستان است از جمله سوهای گیدرولیک کشاورزی ولی هم با کشورهای همسایه پایان از ما بوده ازبکستان و ترکمنستان و خود حوزه دریای بحری عرب نیز بسیار مهمی باشد یعنی که این کارهای ما پای در پای نیز عملی میگردد و وظیفه این کارها نیز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان منتظم پرسیده میشود که ما این کارها در دوره برنامه دولتی آید به آموزش و حفظ پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 همه ساله نیز عملی مینماییم. در کارها متخصصان با کدام مانعه ها و کدام مرحله ها رو پس سر میگه یعنی چکره که معلوم لیکن ساده نیست رفتن به اون ساده نیست در مثلا مثال... در این نوارهایی که ما میبینیم بله این نوارهایی که میبینیم تا این منطقه تنها نقلیت به اون منطقه آمده رسید که تا امکانیت داشت و از اینجا بالوتر باز 15 کیلومتر راهی در کوه پشته نیست متخصصان و از این بیشتر هم هست بله سالی گذشته نیست در اکسپدیسیه که در حوزه دریای آبی خنگا گذرانده شد 25 کیلومتر راه رو متخصصان در دوام دو روز طی کردند که در پیش جنگل های کسنو گذار بود دریاها نیز بود که آنها گذاشتن با نزدیکی کل هایی که خطری رخنه شونده داشتن وقت در بالای پیریخ نیز کار کردن که خود آن خطری زیاد داشت یعنی قسمتی بزرگونه آن بالای آن با ترکش های زیاد نیز رو پوش گرده بود که در حالت کمی هم ناگوار افتیدن میتوان که با تلفات جونی نیست متخصصان رسان و از این دیگر حالت ها آورده رسان یعنی کاری شما بیشتر با خطرها رو برو شدن در بله ما طبیعت از شهر بیرون که شده خطر نیز زیاد میشه باید این رو بین آباد گرفت برای همین همه ساله برای پیش از با کارهای صحرایی رفتن و متخصصان کارهای فهماندهی اصول های تکنیکی بی خطری نیز
درس‌های خاصه ای هست که باید چگونه حرکت کنیم در راهو چیکار کنیم؟ طرزی رفتار در کوه پشت و اصول‌های کاری برای به خطر نگاه داشتن خود متخصصان. کار البته کار ضرور است، اما جان انسان نیز باز ضرورتر است. از این سو ما بیشتر کوشش می‌نمونیم که در کوه پشت تکنیک به خطر رو خیلی جدی رعایت کنیم. و در خود پیرفت نیز کارها برای مونده می شود. متخصصان که در این ساحه کار میکنند نه تنها در تاجیکستان، در دیگر دولت ها نیز تجربه در خود تجربه گذارند که چه قدر این کار آموزش فروغ را طلب میکنند. بله. میگویند که برای آموزش پریاخ و کلها این گونه درون ها نیز کمک میکنند. اصلا ما برای کارهای اکسپیدیسیونی هنگامی گذراندن کارهای آموزشی در کوه پشته ها و برای اینچنین آموزشی کول ها، دریا ها و دیگر روند هایی که به آفات های طبیعی آوردن می رسند ما واسه استفاده می بریم. دستگاه مذکور هنگامی که با خود گرفتن در صحرا تا بلندی 6000 متر و با دوری 4000 متر پرواز کردن می توانند. یعنی که قابلیت دستگاه مذکور در آن است که به ما به جایی که مثلا امکانیت ندارد انسانیت به آنجا رفتن به مثل یعنی که بلندی های دوری یا اینکه راه های دشوارگذر، ما در آن مورد یعنی اسباب مذکور را وسیع استفاده می بریم. با دستگاه مذکور ما میدان آموزشی را واسه که عکس برداری نموده، این چونین با واسطه اون ویدیوهای گوناگونی که از نتیجه اگر که واسطه به پیریخ ها باشد طرز حرکتی آنها موجود بودن ترمه هایی که در نزدیکی پیریخ موجود قرار دارد یا یعنی که ترقیش هایی که چیز در بالای پیریخ قرار گرفته است و در نتیجه این چونین دستگاه مذکور خیلی فایده آور است برای آموزش کلهای رخ نشونده که بسیار وقت ما در منطقه های دوری که در بین کوه ها اصلا ما فعالیت می نماییم، ما چنین نمود روند ها رو چنین کلها رو یعنی که مشاهده می نماییم. خب برای آموزش اونها ما چنین اسباب رو واسه استفاده می بریم، یعنی که مدل سازی یعنی که کلی مذکور معین نمودن صفی خطرناکی کلی مذکور و این چونین تأثیر دیگر روند ها با کل چی واسه استفاده میبریم. یعنی همین گونه دستگاه ها کار شما رو صد چند آسان کرد. بله، با واسطه چون این دستگاه ها کار ما رو هنگام کارهای اکسپیدیسیونی و آموزشی که هنگام کارهای صحرایی خیلی آسان مینماید که این یکی از دستاورت های خیلی مهم در سمت فعالیت ما میباشد. باز بغیر از این باز چگونه دستگاه ها استفاده می شود؟ ما در صحرا میگذارم. بغیر از این دیگر دستگاه هایی که ما استفاده می بریم واسه این دستگاه های جی پی اس می باشد و دستگاه هایی که اینچنین برای معاین نمودن حرکت پیرخ ها یعنی که سمت حرکت شون یعنی این تخیم اصول گیودزی می باشد، این تعدلیت یا یعنی اینکه نیویلیر ما در اون مورد واسه استفاده می بریم. با آموزش شبانه روزی بیشتری وقت کشاورزان از وضع باد و هوا واقف می شوند. همین دستگاه هایی که اینی حال در مرکز هست در استاسیو هست تا چه اندازه دقیقیت آنها کفالت داده می شوند؟ دقیقیت تجهیزات های استانسی آب‌وشناسی این زمان با دو نمود مشاهده و گذارونده می شود. یکمش با طرز دستی که سالهای قبل استفاده می برده می شود. انعنوی. و در سالهای آخر دستگاه های خودکاری مشاهده های هم هواشناسی، هم آبسنجی، اینچنین مشاهده محیط زیست دسترس گردانده شده است که در یک وقت می توانند که از روی هر مشاهده خلاصه دقیق برارند. بغیر از این در اگنتی سنجشگاهی موجود است که دستگاه ها رو و تجهیزات ها رو درجه دقیقی کاری آنها رو می سنجند و پیشنیاد می نماید. شعبه پیشگویی باد و هوا است.
تمام معلومات ها از استانسیه ها و دیگر شعبه ها به اینجا می آیند. در اساس معلومات ها آب و هوا پیشگویی کرده می شوند. در شعبه پیشگویی باد و هوا نه اینکه در یک روز و تا پنج روز و حتی تا هفت روز ما پیشگویی میکنیم. فقط یک بار میکنیم، یک روز در هر سحر ما پیشگویی برای روزی آینده پیشگویی میکنیم. یعنی که پیشگویی ما هر روزه هست و پیشگویی با هست در روز مدت. یعنی که پیشگویی ماهانه تیار می نماییم و با کارخانه های داخل دار و اینچنین با اهالی پیشنهاد می گردانیم و اینچنین از سال 2008 در مرکز آب و هوا سنجی پیشگویی موسم رو ما تیار می نماییم. یعنی که از ماه نوامبر تا ماه مارس پیشگویی موسم رو ما پیشکی تیار می نماییم و با همه کارخانه ها ساختار ها و اینچنین با اهالی پیشنهاد می گردانیم. یعنی که این سال نیز ما فصل زمستون رو در ماه نوامبر پیشگویی میکنیم و این چونین زمستونی که ما در سال 2022 پیشگویی کرده بودیم با متخصصان روسیه، یعنی که در روسگیدرامت ما معلومات ها رو کارکرد میکنیم و ماه رو تحلیل مینماییم، جنبست مینماییم. همه از ماه نوامبر تا ماه مارس رو ما جنبست مینماییم و فصل سرما رو پیشگویی میکنیم. این سال پیشگویی ما کرده بودیم برای اهالی و برای کارخانه های داخل دار، یعنی که زمستون رو ما گرم مشاهده کرده بودیم و بردنی بارش ها نیست از معیار اقلیمی کم پیشگویی کرده بودیم. پیشگویی ما درستی اون با 95 از 5 فایز درست آمد، یعنی که زمستون این سال نهایت گرم آمد. تاثیر عوض شوی اقلیم مشاهده می گردد و در شعبه، یعنی که هر سه ساعت پس من شما می بینید که هر سه ساعت پس معلومات ها وارد می شود. یعنی که هر یک سه ساعت پس معلومات ها به نمود ابر قید ما قید می نماییم که حرکت کردنی هوا از کدام منطقه وارد می شود. ما از خریده ها استفاده می بریم. یعنی که ببینید این خریده ها یک چیز عجیب دارد برای من. این خریده ها بیشتر با دست تحصیل کرده می شود. این اکنون برای که مثلا اشاره هایی که در اینجا دارد برای چی با دست هست با نمود الکترونی، لیکن برای که متخصص هایی که پیشگویی بود هوا رو میکنند باید اینها مشاهده کنند از کجا هوا حرکت میکنند. یعنی که من دیدید موج های گرم و خنک با رنگ های کبوت و سرخ نشان داده می شود. یعنی که با رنگ سرخ یعنی که موج گرم. ما میدونیم که با جمهوری موج گرم از کدام منطقه حرکت میکند. حرکت کردن موج گرم اساسا از منطقه جنوب مشاهده میگردد که باعث گرم شدن وضع باد و هوای جمهوری میگردد. خب مثلا این رنگ های زرد و کبود، یعنی که وقتی که متخصص پیشگویی باد و هوا رنگ های سبز رو بیند رنگ کند، یعنی که میداند که بردنی بارون مشاهده میگردد. بعدا ما حساب میکنیم که چند ساعت پس با جمهوری هوای نمناک وارد میگردد، باعث فشاری بلند یا که فشاری پست همه اینا مقایسه میکنیم. یعنی که هوای گرم از سیبیل حرکت کند باعث پست شدن حرارت هوا میگردد و اگر از شمال روسیه یوروپاگی حرکت کند، یعنی میدونیم که هم پست میشد حرارت هوا هم بردنی بارشات ها مشاهده میگردد. یعنی که از جنوب حرکت کند باعث گرم شدن هوا و بردنی بارون اساسا از منطقه جنوب در فصل بهار و در فصل تیرنگو کمی وارد میگردد. موج های گرم از منطقه جنوب، یعنی که سیکلون نام دارد. سیکلون ها چند نمود میشوند. سیکلون هایی هستند که از موقع یوجنا کاسپیسکی با زبان سینوپتیکی اگر گپ زنیم یوجنا کاسپیسکی سیکلونی و اینچنین سیکلون هایی که از مرغوب، یعنی که از مرغوبی که از وای مرغوبی خودمونه، یعنی که از ترکمنستان اوج میگیرد و از همون وای حرکت میکند و باعث گرم شدن هوا و بردن بارون ها میگردد. یعنی که هر یک رنگ نمود خود رو دارد، یعنی یک پیشگویی کننده و یک مثلا رمز خاصی خود رو دارد. البته و ببینید همین تابستان یکم تابستان دیگرگونه شد. سالهای 2020 و 2021 اینچنین ماه ایون نهایت سربارش بود. این سال نیست مشاهده میگردد که ماه ایون سربارشتر است هم در منطقه های کوهی هم در وادی ها و ماه ایول از همه ماه گرمترین در جمهوری حساب میگردد. یعنی که ما پیشگویی پیشکی کرده ایم ماه ایول نیز از معیار اقلیمی یک درجه گرم است و در ماه ایول تنها در منطقه های کوهی اگر کمی بارون بارد علاقه در وادی ها بردن بارون مشاهده نمیگردد. یعنی در دوشنبه تقریبا چقدر هوا گرم شد؟ یعنی که در ماه ایول تقریبا در شهر دوشنبه حرارت هوا از 40 تا 42 درجه گرم شده میگردد.
همین گونه کاری آنها جریان میگیرد. میگویند که کارمندان شعبه مذکور ارتباط با مرکزهای بین المللی نیز دارند و همین طور برای پیشگویی و معین کردن وضع آب و هوا شبانه روز فعالیت میکنند.